سرخط خبرها خیز سپاه برای ترور فائزه رفسنجانی فائزه هاشمی رفسنجانی از ادامه تحریم سپاه پاسداران حمایت کرد حادثه دیگر در آسمان ایران این بار ماهان ایر دچار سانحه شد آغاز جنگ گرگ ها در ایران رئیسی توانایی اداره امور را ندارد و باید کنار گیری کند 1500 میلیارد تومان در اتاق بازرگانی ایران ناپدید شد به ایران خوش آمدید. فائزه هاشمی رفسنجانی از ادامه تحریم سپاه حمایت کرد. با این همه ظلم به خدا، مردم و تاریخ چگونه میخواهیم جواب دهیم؟ فائزه هاشمی در ویدیویی که در اختیار ایران وایر قرار گرفته، بازداشت موقت دو ساله علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف را غیرقانونی توصیف می کند و آن را ظلم میخواند. بازداشت نرگس محمدی فعال مدنی را نیز غیرعادلانه می داند و میگوید جای شاکی و متشاکی در پرونده این فعال مدنی عوض شده است. برخورد با دادخواهان سلامت که به خاطر شکایت از علی خامنه ای برای تعلل در واردات واکسن کرونا بازداشت شده اند نیز محکوم می کند و می گوید بعید می دانم آقای خامنه ای راضی به این برخوردها باشند. او اخراج مریم کریم بیگی از دانشگاه به جرم دادخواهی را نیز بیعدالتی عنوان می کند و همه این موضوعات را ظلم می داند. خانم هاشمی در پایان این فایل ویدیویی از مسئولان می خواهد به قانون اساسی و حقوق ملت توجه کنند. او می گوید با این اعمال جواب خدا مردم و تاریخ را چه بدهیم؟ به این فکر کرده اید؟ روز به روز داره فعالیت های سپاه هم از لحاظ حوزه کاری هم از لحاظ کمیتش گسترش بیشتری پیدا میکنه و برگشت به پادگان ها رو احتمالش رو ضعیفتر میکنه بنابراین انگار تنها راهی مونده که سپاه واقعا برگرده به پادگان ها این تحریم ها باشه که سپاه اون تحریم ها باقی بمونه و من خدا خیلی موافق نیستم سپاه بیرون بیاد ضمن اینکه که اتفاقا تو شرایط فعلی که حالا این بحث سپاهه جالبه که سپاه داره علنا نشون میده که موشک تراکنی هم کار خود ماست یعنی همین موشک هایی که به عربیل زده شد و سپاه رسما بیانیه داد چون تا حالا این گفته نمیشد تا حالا مثلا ما میدیدیم حوسی موشک میزنن یا مثلا از جاهای دیگه موشک زده میشه حماس حماسی ها موشک میزنن ولی الان که خود سپاه اومده رسما موشک میزنه و اعلام میکنه کار ماست یعنی خیلی رو دیگه داره تمام اون خطاها و تمام اون چیزهایی که به ضرر کشوری داره انجام میشه توسط سپاه بنابراین وقتی خودش با این شرایط با سعی میکنه نشون بده که چطور لیست باشد چه در لیست نباشد اون کارای خود رو انجام میده شما مثلا به طور طبیعی الان که بحث اینه که سپاه از لیست خارج شه و اونا میگن نه یا حالا آره خب بالاخره من به با عنوان سپاه باید یه اعمال و حرکاتی از خودم نشون بدم که خطرم رو کمتر نشون بدم دیگه که نه ما کاری جای به کاری کسی نداریم با کشورهای دیگه کاری نداریم ما مشکل حالت تهاجمی نداریم اگر ما از مشکا استفاده می‌کنیم فقط تدافعیه و هر حال باید حداقل این ظاهری از خودمون نشون بدیم ولی می‌بینیم نه برعکس این خودش نشون میده انگار خود سپاه هم دوست نداره از لیست ما خارج بشه چون حداقل شرایطی شرایط این کارا رو بکنه یا هم نمیدونم بخشی از سپاه در این کارو میکنن که با بعضی‌ها مثلا مخالفن بنابراین اونا خودشان دوست نداره از این لیست خارج بشه من فکر نمیکنم خروج سپاه از این لیست به نفع ما باشه یعنی ما منظورم ایران به نفع منافع ملی ایران به نفع جامعه ما باشه چون در حال چیزی که ما الان از سپاه در به جامعه ما میشه منفی مثبت نیست کدومش و خب این بعد متوقفش به بالاخره یه دیگه در جای دیگر فائزه هاشمی رفسنجانی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی طی سخنانی در یک اتاق کلاب هاوس از ادامه تحریم سپاه پاسداران حمایت کرد و گفت فعالیت سپاه روز به روز گسترش پیدا می کند و این مسئله احتمال بازگشت این نیرو به پادگان ها را سختتر می کند. او با بیان اینکه سپاه موشک میزند و اعلام می کند که کار ماست عملکرد سپاه پاسداران را به ضرر کشور دانست و گفت چیزی که از سپاه نصیب جامعه ایران می شود منفی است و باید جایی متوقف شود به گفته فائزه هاشمی رفسنجانی تنها راه باقی مانده برای برگرداندن سپاه به پادگانها این است که تحریم سپاه ادامه یابد تحریم سپاه و باقی ماندن این نیرو در فهرست سازمانهای تروریستی از موارد اختلاف آمریکا و ایران برای احیای برجام است. تهران بارها درخواست کرده است آمریکا سپاه را از این فهرست خارج کند اما واشنگتن تا کنون این درخواست را قبول نکرده است. او پیش از این هم با انتقاد از سیاستمداران جمهوری اسلامی گفته بود ابراهیم رئیسی دارد اداره می شود و اکثر مدیرانش امنیتی و غیر مرتبط هستند. استانداری ها و فرمانداری ها اکنون همه دارن نظامی می شون. من الان بعضی وزارتخانه ها را سراغ دارم که اصلا تصمیم گیر نیستند. مثلا وزارت ورزش مدیر کل دفتر وزارتی آقای وزیر معاون آقای نقدی است بسیج آنجا نشسته و دارد کنترل می کند و اجازه نمی دهد. آقای سجادی بخواهد کاری کند فائزه هاشمی همچنین تحلیل ها درباره گزینه رهبری جمهوری اسلامی بودن ابراهیم رئیسی را پوست خربزه دانسته بود که زیر پای رئیسی انداخته شد. ویدیویی از ترس و جیغ مسافران پرواز ماهان ایر در آسمان شهروند خبرنگار ایران با ارسال ویدیویی از تکانهای شدید هواپیما و ترس و فریاد مسافران میگوید امروز پرواز هواپیمایی ماهان از استانبول به تهران در زمان فرود بارها با لرزش های شدید کم و زیاد شدن ناگهانی ارتفاع و ترس مسافران همراه بود. در این ویدیو صدای مهماندارها را می شنبیم که برای آرامش دادن به مسافران دلیل فراز و فرودها و لرزش های شدید را ابرها می دانند. در حالی که در تصاویر نشانه ای از ابرهای متراکم به چشم نمی خورد. فعال رسانه‌ای اصولگرا دولت رئیسی اگر میتوانست کاری بکند در همین هفت ماه میکرد در ادامه جنگ گرگ ها محمد مهاجری اصولگرا درباره وضعیت موجود گفت پشت پرده گرانی ها همان موضوع تحریم است اما به دلیل آنکه آقای رئیسی پیشتر گفته بود که تحریم ها اثری در اداره کشور ندارد و عملا وضعیت نابسامان اقتصادی را بر گردن دولت قبل انداخته بود اکنون نمیتواند بگوید تحریم ها وضعیت اقتصادی را بر هم ریخته است و حالا عنوان پشت پرده تبدیل به گریزگاهی برای آقای رئیسی شده است وگرنه قواعد اقتصادی معلوم و مشخص است که ایراد کار از کجاست و می شود فهمید که چرا یک کالا گران می شود و چرا تورم رو به افزایش است. وی ادامه می دهد حتما تیم اقتصادی دولت که همه از نظر فکری نزدیک به آقای رئیسی هستند می دانند که علت گرانی ها چیست حالا آقای رئیسی یا علل را از تیم اقتصادیش جویا شده میداند اما نمیگوید که این کار یعنی فرافکنی یا آنکه واقعا نمیداند و کسی هم چیزی به او نگفته است که ندانستن جرم نیست و او هم تخصص اقتصادی ندارد اما اگر این گونه است باید پرسید پس دقیقا وظیفه تیم اقتصادیش چیست آقای رئیسی چه بداند و چه نداند که علل گرانی ها چیست وضعیت کنونی ثابت می کند که تیم اقتصادیش کارآمد نیستند درباره کیفیت عملکرد تیم کابینه دولت انتصابی میگوید دولت آقای رئیسی اندیشمند ندارد برنامه ریز ندارد سیاست گذار و استراتژیست ندارد در یک کلمه هیچی ندارد اگر این افراد می توانستند کاری بکنند در همین هفت ماه حداقل می دیدیم که در یک حوزه کاری انجام داده باشند. اکنون دولت به جایی رسیده است که برخی به آقای رئیسی پیشنهاد میدهند که تیم اقتصادیش را عوض کند یا تغییرات دیگری در کابینه به وجود آورد. واقعیت این است که دولت از بحران مدیریتی رنج میبرد و این کاملا محسوس است مهاجری در پایان گفت ممکن است برخی تصور کنند اگر برجام احیا شود دولت دیگر گریزگاهی ندارد و آن وقت است که ناتوانی های مدیریت اقتصادی دولت نمایان می شود به هر حال این هم هست اما من شخصا باور دارم حداقل فایده احیای برجام تعامل با جامعه جهانی است 1500 میلیارد تومان در اتاق بازرگانی ایران ناپدید شد. روزنامه فرهیختگان در شماره یک شنبه 28 فروردین طی گزارشی از اختلاف 1500 میلیارد تومانی در حسابهای اتاق بازرگانی ایران خبر داد. این روزنامه تاکید کرد که این آمار تنها مربوط به یک دهم سهم شرکت ها می شود. بسیار اساسی در منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران وجود دارد به طوری که فقط در چهل شرکت دریافتی اظهار شده اتاق بازرگانی با ارقام واقعی که باید از این چهل شرکت می گرفت، اختلاف 1500 میلیارد تومانی دارد. فرهیختگان به این نکته اشاره کرده است که این آمار تنها از اعداد و ارقام پرداختی چهل شرکت به دست آمده و تعداد شرکتها ده برابر این رقم است. برخی اعضای اتاق بازرگانی میگویند مشخص نیست این مبالغ را چه کسانی دریافت کردند و کجا هزینه می شوند. این مبالغ امانت فعالان اقتصادی بود که باید صرف مواردی همچون کمک به برگزاری نمایشگاه های بخش خصوصی در خارج از کشور، کمک به اعزام رایزنان اقتصادی به کشورهای مختلف، امور حقوقی و مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در داخل و خارج و همچنین مشاوره و آموزش فعالان اقتصادی می شد. اما گویا در تاریکخانه بخش خصوصی گم شدند. به گزارش فرهیختگان از وضعیت ارقام واقعی و دریافتی اظهار شده ی اتاق بازرگانی ایران از درآمد چهل در هزار تعداد چهل شرکت بزرگ طی سالهای 96 تا 99 نشان می دهد ارقامی که شرکت ها باید با عنوان سهم چهار در هزار به اتاق بازرگانی بپردازند با ارقامی که اتاق بازرگانی ایران در سامانه های خود ثبت کرده است نزدیک به 1500 میلیارد تومان تفاوت دارد. چهل شرکت تا سالهای 96 تا 99 در مجموع باید 1851 میلیارد تومان با عنوان سهم 14 هزار به اتاق بازرگانی پرداخت می کردن، اما آن عددی که در سامانه ی اتاق با نام پرداختی این چهل شرکت ثبت شده رقم 387 میلیارد تومان است. به عبارتی یک رقم 1464 میلیارد تومانی در این میان ناپدید شده است. طبق اطلاعات گزارش صورت مالی اتاق بازرگانی ایران نیز کل درآمد اتاق از چهار در هزار مالیاتی طی سالهای 97 تا 99 رقم 242 میلیارد تومان بوده است. اگر 10 تا 12 میلیارد تومان هم با عنوان پرداختی سال 96 اضافه کنیم به رقم 252 تا 254 میلیارد تومان در صورتهای مالی اتاق خواهیم رسید که با ارقام دریافتی از این چهل شرکت فاصله 133 تا 135 میلیارد تومانی دارد. روزنامه فرهیختگان با اشاره به مبلغ پرداختی فولاد مبارکه اسفهان در سالهای 98 و 99 نوشت نکته قابل تعمل ماجرا این است که اولا در سامانه های اتاق بازرگانی این اطلاعات در دسترس نیست اما بخش جالب و عجیب ماجرا این است که در حالی اتاق بازرگانی 124 میلیارد تومان سهم فقط از یک گروه دریافت کرده که در همان سال کل درآمد اتاق بازرگانی ایران از سهم 3 و 4 در هزار کشوری حدود 263 میلیارد و 817 میلیون تومان بوده است به عبارتی درآمد اتاق بازرگانی در گزارش تفریق بودجه و صورت مالی نشان می دهد. پرداختی گروه فولاد مبارکه در سال 99 معادل 41 درصد کل درآمد اتاق از این ردیف است. یکی از اعضای اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اتاق استانی مبالغ را به حساب اتاق ایران واریز نکند گفت در مواردی هر اتاقی که این تخلف را کرده باشد فورا رئیس اتاق آن استان برکنار شده است او گفت اتاقهای استانی به جز سه در هزار و چهار در هزار مبلغی با عنوان عضویت در اتاق دریافت می کنن که درآمد اختصاصی خودشان است و یک بخش نیز با نام سایر درآمدها دارند که این بخش نیز درآمد اختصاصی همان اتاق است درآمدهایی از جنس اجاره دادن سالن درآمد آموزش فعالان اقتصادی بازرگانان و غیره جزء این بخش دوم منابع اتاقهای استانی است که در همان محل خودشان هزینه می شود.